سلام به برنامه بحث ورزشی خوش آمدید البته به برنامه ویژه بحث ورزشی خوش آمدید همونطور که شما در جریان هستین در این اواخر در نهادهای ورزشی یک بار دیگر با مداخلاتی که از جانب دولت صورت گرفته یک سری نابسامانی های به وجود آمده که به همین ارتباط و همچنان طرحهایی که برای مسابقات 2016 برازیل هست با آقای محمد زاهر اخبر رئیس عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان مصاحبه ای را تدارک دیدیم که تا پایان برنامه با ما باشد آقای اخبر خیلی ممنونم از اینکه فرصت دادین تشکر میکنم جناب آقای فرزاد از شما و تیم کاریتان که به منزل ما تشریف آوردین ما به خدمت شماست سپاس آقای اخبر اجازه بدین یک بار دیگه همینجا مصاحبه کرده بودیم از شما سوال کرده بودیم که آیا شما به المپیک ورزش بازگشت خواهید کرد یا خیر شما گفتین نه چه چیز شما را برگشتان به کمیته ملی المپیک افغانستان خوب است که هم در حافظه آرشیفتان است این مسئله و هم در حافظه شما هست مسئله من چنین بود ولی شما در جریان هستین که در این رابطه مصاحبه‌های مختلفی از طرف مسئولین ورزش افغانستان از طریق تلویزیون شما نشر شد و دوامدار تقاضا کردن و به منزل ما تشریف آوردن تمام مسئولین ورزش و بالاخره من ترجیح دادم که یک جماعت بزرگی هست جوانا وقتی که هست من حمایت میکنن و نه از قومی نه از زبانی و نه از حزبی و بلکه از یک فردی که تا دیروز در خدمتشان بوده و امروز دوباره تقاضا میکنن من ترجیح دادم خواست از اونا را قبول کردم یک چیزی که جالب توجه بود این بود که بخشی از امی شخصیت هایی که در ورزش به شدت مخالف شما بود اونو هم آمده بودن به یک گونه شما دعوت کردن این چی انگیزه بود که باعث شد؟ ما فکر میکنم که شناخت انسان ها مشکل است شاید در جریان کار مدیریتی یک تعداد دوستا خوش باشن و یک تعداد دوستا خفه شوند ما هم در جریان محصلی یک تعداد افسرهای خود خوب نمیدیدیم یک تعداد از استادهای خود خوب نمیدیدیم ولی وقتی که خود ما استاد شدیم و خود ما افسر شدیم متوجه شدیم که بسیار ویژگی های خاصی در وجود استادا و رهبرای ما موجود بوده که ما نمیفهمیدیم ما خوشحال هستم که با گذشت زمان یک تعداد دوستان ما درک کردن و دوباره حضور خواهد داشت. کارنامه شما تاثیر گذار بود. من اونا مشاهده کردن که در طول بعد از رفتن ما که من استعفا کردم شما در جریان هستین دیگه هیچ کاری صورت نگرفت جامعه ورزشی رفت و طرف کشمکش ها عامل همی چالش ها و مشکلاتی که در ورزش به وجود آمد چه کسانی بود؟ من فکر میکنم که در جریان حکومت جناب کرزی صاحب در هیچ شک من ندارم که جناب آقای کرزی آدمی بود که شخصیتی بود که زیاد تشویق میکرد ورزش ولی در هم شک نباید داشته باشیم که یک تعداد از اطرافیایش فقط مصروف جابجا کردن موره های خود بودن و میخواستن که یک تعداد شخصیت ها را بدنام بسازن و ذهنیت غلطی را برای رئیس جمهور ایجاد بکنن بعد از مسابقات نیپال که 4 نفر هیئت از طرف رئیس جمهور تعیین شده بود و مسابقات نیپال از اینا پذیرایی خوبی به عمل نامد در نیپال اینا تصور کردن که گویا صلاحیت هزی برنامه به دست ما هست در حالی که شما میفهمین که در مسابقات ورزشی همون نهادهای مربوطه یا همون سازمانهای مربوطه که مربوط فوتبال بود که فیفا میزبانی را به دوش داشتن ما صلاحیت هزی را نداشتیم که وزرای محترمه به سر لوژ ببریم اینا در توزیع جوایز شرکت بکنن از اونجا فکر میکنم که یک ذهنیت غلط برای رئیس جمهور داده شد که گویا جنرال اغبر بر ما اجازه نداد که ما جوایز توزیع بکنیم ولی من متشکر هستم از آقای کرزی وقتی که در میدان هوایی پایین شدیم بدون از اینکه عصبیتی را نشان بده در حالی که از طریق تلفن چیزهای بسیار نامطلوبی را انتقال داده بودند به جناب آقای کرزی ولی به طرف ما خندید ما برش گفتم که حس ما هم بشنوی ولی با تاسف که اسما نشونید شما میفهمین که وقتی که در اونجا وزیر صاحب معارف گذشته حضور آوردن آقای فاروق وردکی که شخصت های دوست داشتنی هستن اونا را از گذشته هم با اونا شناخت کافی دارم و همچنان آقای برمک در این سفر بودن و همچنان آقای زاخلوال فکر میکنم با اینا مشکلی وجود نداشت
جناب سفیر صاحب که در اونجا توظیف بودن اصلا اونا وظایف خود را انجام نداده بودن، چون یک مقدار نزدیکی داشتن با رئیس جمهور به خاطر از اینکه تمام اشتباهات و تمام نواقص کاری خود را بپوشانه به جناب کرزای صاحب تلفن کردن که تمام مشکلاتی که جبه وجود آمده ایره جناب جنرال اغبر به وجود آورده. ما میخوایم امیرم شریک بسازم با شما که امیدهایی که در واقع از شما میرفت که شما بازگشت بکنین به کمیته ملی المپیک افغانستان و چالش هایی که در ورزش افغانستان وجود داره حل خواهد شد، اما او رقم نشد. نباید قسم قضاوت بکنین به خاطر از اینکه تلویزیون سه یکی از تلویزیون هایی است که دوامدار برنامه ورزشی را تعقیب میکنن و در جریان رویدادهای ورزش قرار دارن. با آمدن ما که از پنج ماه به هی طرف حساب بکنیم، اولین گام ما آوردن آقای نیکپا به افغانستان. نه منظور آقای رئیس، منظور ما دستاوردار منظور نیست، منظور همین چالش هایی که در دوام ورزش من خدمت شما عرض میکنم. چالش هایی که در داخل ورزش وجود داشت، یک فدریشن وشویی که دو فدریشن بود با یک فدریشن تبدیل شد، تکواندویی که دو فدریشن بود با یک فدریشن تبدیل شد، بوکسی که دو فدریشن بود با یک فدریشن تبدیل شد، و حتی اداره المپیک افغانستان که یک اداره ملی و بین المللی است در کوچه و پس کوچه های کابل با کرایه برشان منازل گرفته میشد. و امروز شما میبینین که بعد از گذشت پنج ماه ما و تیم کاری ما تانستیم که دفتر المپیک افغانستان را بدون کمک هیچ مرجع. من حتما روی دستاوردهای شما در دوران کارهای جدید یک کلید مشکلی که وجود داره آقای رئیس امو این بود که در دوران آقای کریم همچنان تربیت بدنی با کمیته ملی المپیک مشکل داشت و عامل تمام جار جنجال ها همونجا بود، همین فعلا هم مشکل پابرجاست. من فکر میکنم که ما نباید اداره تربیت بدنی را مقصر بسازیم. فکر میکنم که مشکل در جای دیگه است. نه مقصر نکردم، یعنی مشکل فی ما بین مشکل در بین در اداره تربیت بدنی نیست. هیچ نوع مشکلی را ما در اداره تربیت بدنی با المپیک نمیبینم، بلکه اطلاعات غلطی هست که به جناب رئیس جمهور ارائه شده تا به حال. من فکر میکنم که من میرم خدمتتون عرض میکنم. شما میفهمین که المپیک افغانستان تا بال اکثریت مردم افغانستانی رو نمیفهمن که یک نهاد اجتماعی غیر انتفاعی است که آنی شامل سقف بودجوی و حکومت نیست. تعیینات ازی به اساس انتخابات صورت میگیره. این مردم نمیفهم از دید شما یا مقام عرض مدام است که مخاطب شما مردم هست؟ حتی دید مردم هم همی است. بناهن هیئت را که مرکب از نماینده معاون صاحب اول، نماینده ریاست اداری امور و حذف فساد اداری به خاطر تعیین رئیس المپیک مقرر کردن، این در کجای قانون است و اینا چی نوع صلاحیتی دارن که بیاین رئیس المپیک را تفتیش بکنن، باز بگن کی رئیس المپیک باشه کی رئیس المپیک نباشه. بناهن اطلاعات غلط را به جناب رئیس جمهور و رئیس به اجرایه دادن. بناهن در این پستی که ما حضور آوردیم یک پست افتخاری هست. من میخوام که خدمت بکنم، وقتی که من احساس بکنم که دولت راضی نیست که من در این پست کار بکنم ولی جوانا راضی هست، ایره محول میسازم به جوانا.